خب با ادامه برنامه سی دقیقه خوش آمدین. در این بخش برنامه البته باز هم موضوعات وضع محدودیت ها بر زنان و پیامت های از او را با محترمه شینکای کروخیل عضو پارلمان پیشین افغانستان با بس میگیریم. مهربان کروخیل، خبروان تا بخیر راغلی. سلامونه تاستا بربن پار تشکر، سلامت باشید. مننه. هم در اگست است رو منترم و ریدون که ریدون کنم. بله. خب خانم کروخیل، در ادامه محدودیت های طالبان بر زنان افغان، تازه ترین مورد ممنوعیت بر اشتراک دختران افغان در امتحان کانکور بوده است. واکنش شما بر این محدودسازی زمینه های تحصیلی بر دختران و زنان در افغانستان چی است؟ خب من فکر میکنم که اکثر عمل هر زن افغان و هر فرد افغان مقابل یک اقدام غیر مسئولانه، غیر انسانی و غیر اسلامی است. برای اینکه خود اسلام با پیام اقرا یا بخوان شروع شده و اینا کاملا اقداماتشان و فرابینشان خلاف تمام اصول اسلامی و شرعی است و قابل قبول نیست. نه تنها یک ضربه بزرگ برای آینده زنان افغانستان است، من فکر میکنم افغانستان متاثر و متضرر از این فیصله غیر انسانی. ممن کرا کل دنجونو د زدکرو ملي کمپاین چې تاسو یې هم غړی از چیرته رسیدلی او فکر کوئ دنجونو د زدکرو په برخه کې د طالبان د پالیسیو بدلول کې به اغیزمن تمام شي؟ د مربوطه ده چې ولس څومره واقعا متحده ده. زه فکر کوم چې په اوسني حالت چې موږ ګورو صرف افغان میرمنې دي چې تاریخ جوړ او خپل آواز پورته کوي، کېږي چې د ټول محدودیتونه او تهدیدات دوی ته متوجه دي، بیا هم سړکونو ته راوزي او د بې عدالتۍ په وړاندې درېږي. مهمه دا ده چې افغان ولس باید احساس مسؤلیت وکړي، افغان خصوصا افغان نارینه او ځوانه، ځکه چې که ټول افغان ولس په یو آواز له طالبانو څخه وغواړي چې دا یو بنیادي او اساسي حق دی هر انسان ده، او تاسو په هیڅ صورت دا نشئ منعی کولی او تاسو به عاجل د مکاتب خلاص دی، بیا هغه وخت طالبان پوهېږي چې واقعا ولس آماده د پاڅون ته ده او موږ مشکل سره مخامخ کېږو. مطمئن یم چې دوی به تمکین کوي او اقدام به کوي. د ولس دا چوپتیا او دا سکوت فکر کوم چې واقعا خطرناکه ده. داسې ورځ به مال شي چې بیا به یې په طالبان هم نشي کنټرول. امیدواره چې همدغه انساني غوښتنه کې ولس راویښ شي، احساس د مسؤلیت وکړي او د خپلو لورګانو، د خپلو بچیو د راتلونکي په خاطر او د افغانستان د پرمختګ په خاطر باید نور آواز پورته کړي او وګورو چې څومره هر افغان احساس د مسؤلیت کوي. خب خانم کارو، خیلی قسمه که همگی در جریان است محدودیت های طالبان روز به روز بر زنان افزایش پیدا میکنه و طالبان هم همواره میگن که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. به نظر شما آیا واقعا حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان بر اساس شریعت اسلامی تامین است؟ بر اساس چی موضوعات را اظهار میکنن طالبان؟ من فکر میکنم خود اما برداشت های خودشان است که از اسلام دارن، یا ای که نمیدونن و یا ای که نمیخوان که بدونن. ما ایره نمیتونن که اما خواسته های شخصیشان، تنگ نظری شما مقابل زنها و به تجربگی و ندانستن از یک حکومت داری قبول شده، اینا نمیتونن که تمام خواسته های نامشروع خود را توجیه شرعی اسلامی بکنن. برای اینکه با خود آموزش و یا آموزش علم در قرآن شریف چندین بار ذکر که شده یک امر کلی بر هر دو جنس است با مرد و زن. در هیچ جای قرآن نامده که دختر حق آموزش را نداره. در هیچ جای قرآن نامده که شما صرف مسائل دینی را بیاموزید، بلکه تمام فنون و مسلک را که برای پیشبرد زندگی انسان‌ها ضروری ای از او بهش تاکید میکنند. اینا خودشان نمیدانند، تنگ نظر هستند و یایی که واقعا زیر فشارهای استخبارات منطقه است که میخواییم برای عقبمانی افغانستان، برای انزوا کشتن افغانستان، برای کنترل و دوام حکومت فعلی چنین اقدامات را میکنه و اون توجیه شرعی اسلامی قطعا شده نمیتونه. ممنون کارو خیل، دی طول سون تاسو اشاره وکړه، نړیوال ټولنې او د بشری حقونو ګڼ شمېر سازمانونه هم په وار وار طالبان نغوښتي چې د خلکو حقونو ته توجه وکړي، خو اوس څه پورې د طالبانو په دریځ کې هیڅ بدلون راغلی نه دی. دا غږونه ولې نه اورېدل کیږي؟ کیو لنډ ځواب راکړئ. زه فکر کوم چې دنیا لپاره تر اوسه افغانستان کوم لومړیتوب نه لري. نه د افغانستان موضوع، نه د افغان میرمنو حقونه. زه فکر کوم چې دوی فقط همدغه اعتراضاتو باندې او نیوکو باندې او کله په تاثیراتو
پسلا تاکید کړی ده چې یو جدي اقدام نه کړنه د افغانستان موضوع دمو ته جدید چې واقعا په دې باندې په بین المللي سره په تفاهم رسیږي په دې باندې بس وکړي تر څو پر جدي اقدامات وکړي تر څو پر هغه اقدامات په نتیجه کې د طالبانو واک چالنج شي یا وننګول شي بالغ به دي تمکین کې غیر دغه مخالفه هیڅ پر دې خبر ته ودی نه د ولسی جرګې په خانه غړې شینکې کړو خل دې رضایت مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره مو ګډون وکړ یک جان سپاس از حضورتان